شما اگه میخواین سیاست فیت کنین در برای عربستان سعودی سیاست فیت کردن رو تا اسرائیل برای اینکه یعنی قسمت های مختلف یعنی عربستان سودی دولتش کار خوب کم کرده یعنی کار خوبی که ما میدونیم کم کرده من نمیدونم شاید شما بدونید ولی اگه به خاطر حقوق بشرم شما نیاین بیشتر بخواین علیه عربستان باشین بیشتر از مثلا اسرائیل عربستان دولتش نه مردمش حداقل به خاطر دشمنیتون بخاطر با جمهوری اسلامی هم باید بیشتر اسرائیل رو ساپورت کنید تا عربستان سعودی شما عربستان سعودی دشمنی که با جمهوری اسلامی میکنه انقدر به درد نخوره که دشمنیش از دوست برای برای جمهوری اسلامی ارزشش بیشتر بوده اینا هر دشمنی که خواستن با جمهوری اسلامی بکنن همه جا هر جا من نگاه کردم همش به نفع جمهوری اسلامی شده اومدن دیدن که بعد از انقلاب 57 دیدن ایران داره صادرات میکنه انقلابش رو تو کشور تو کشور دورور مر خارج از مرزش گفته ای اینا این بدبخ میشیم ما مگه اینا میان شیعه های عربستان سعودی که رو همین قسمت های نفتیمون نشستن و میان میکنن که تجزیه طلب میشن اینا هم شروع کردن به هابی ب... واکنششون دادن به هابیات پخش کردن تو جهان خارج از مرزهای خودشون ولی نتونستن مثل ایران که کنترل داره روی شیعه های دورورشون دورور مرزشون اینا کنترلشون دست دادن شد چی شد القاعده و داعش و اینا برگشت دنبال به جون خودشون افتاد خب و نه تنها برگشت به جون خودشون شد همه این داعش و القاعده و اینا بهونه شد برای سپاه پاسداران که بیان ببینید شما همه چی ریختیم هم ما باید بیام تمیز کنیم یعنی واقعا بهونه شد که اینا بیان بیشتر امپراتوری سازی کنند و برای خارج از مرز ایران خب یعنی این واقعا شد یک مهره تو دست جمهوری اسلامی خب ق... اومدن قطر رو چ... مثلا هر... اصلا مثال من نمیدم جنگ یمن انداختن که اصلا این من موندم جمهوری اسلامی فکر کنن این عربستان واقعا یه نعمت برایشون فکر کنن از الله اومده برای اینکه اصلا لازم نیست به دشمنشون کاری بکنن خودشون دارن خودشون رو برشکست میکنن اینقدر خرش تو یمن کردن یک... ی... این همه با بزرگترین سلاحان جهان با, با... گرونترین سلاحایی که از آمریکا خریدن تو تمام طول تو... 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 تاریخ همچین دیلای به این گندگی نشده تو سلاح که عربستان از آمریکا خریده با این همه اسلحه نتونستن کوتی های یمن رو بعد از این همه سال شکست بدن هر چقدر پول پولم که دارن پولاشون هم که داره تموم میشه همشون دارن میریزن توی یمن و اینا واقعا خودشون خودشون دارن به شکست میکنن واقعا اصلا به دشمنی جمهوری اسلامی لازم ندارن خودشون دارن به خودشون دشمنی میکنن قطر هم که اومدن سعی کردن رو بگیرن که تهدیدش بکنن که بخواد آب تو با ایران دوستی و فلان و اینا چی شد هیچ هیچ تاثیر اقتصاد یمن تازه استقلالش بیشتر شد نز... به ایران هم یه مدت نز... البته ممکنه برعک... بر... برگرده بعد از یه مدتی قطر دیگه مجبور شه این همه این همه دولت داره الان به اسرائیل نزدیک میشه قطر هم نمیدونم حالا یواش یواش میفهمه که ممکنه از جمهوری اسلامی یه مقدار دور شه البته هم نمیدونم ولی توی مدت حداقل باید شد که قطر رو با جمهوری اسلامی نزدیک یعنی باور کنید من اصلا موندم که این چه دشمن یعنی من حتی اگه با عربستان سعودیم هم دولتش دشمنی دارم حداقل دلم میخواست به دشمنی که دارم حداقل چون دشمن با جمهوری اسلامی هست. دلم میخواست که یه ذره توی دشمنیشون با جمهوری اسلامی یه مقدار بهتر بودن یه مقدار احمقانه دشمنی نمیکردن خب به نفع ما بود که اینا جفتشون علی هم با یه مقدار استراتژی دشمنی میکردن جفتشون همدیگه رو بزنن ولی الان فقط عربستان داره به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه و خودش رو داره خودش رو میزنه الان هم تازه که مقدار بهتر شده به خاطر اینکه اومدن دستش رو گرفتن میگن بابا بیا با اسرائیل دوستت میکنیم یعنی حتی موقعی هم که این مقدار خوب داره پیش میره یعنی کاری که الان الان خیلی به ضرر جمهوری اسلامی شده که این همه دولت رو دارن با, با اسرائیل نزدیک میشه البته برای عربستان سعودی خیلی نزدیکتره که بیاد مثل مثل امارات بیاد راحت بگه که نزدیک اسرائیل ولی همه میدونیم که دیگه نزدیک نگه ولی حتی موقعی هم که این مقدار داره به طرف درست میره به خاطر اینکه اومدن یه نفر به زور دستشون رو گرفتن که بیان کار درست انجام بدن ولی اسرائیل نگاه کنیم واقعا اسرائیل من موندم خیلی کارش عالی آ... یعنی اومده به طور نقطه ای میاد بزرگترین مهره رو میزنه ب... بهترین مرکزها رو میزنه تمام این قسمت های که این همه سال این همه پدرشون در آورده چقدر خرج اینا شده این چیزای سانتریفیوژی تو ایران و این دانشمنداشون اینا عالیه اینا واقعا عالیه ببینی من من به نظرم اینا واقعا خیلی بهتره اینکه بیا اگه این رو نکنیم چه روش دیگه چیه که جلوی مثلا جمهوری اسلامی گرفتیم بیام بیایم بمبارون کنیم یعنی خب کلی آدم بیگناه بکشیم یعنی این روش جنگ به جای روش های جنگی که کلی آدم بیگناه کشته میشن یعنی هرچی این روش جنگ بیشتر بشه اون روش هایی که آدم های بیگناه بیشتر کشته میشن کمتر میشه برای اینکه این خیلی روش مفیده الان هم چقدر موقع خوبی بود که این کار کردن یعنی واقعا ممنون از موساد موقع این کاری کردن که واقعا جمهوری اسلامی دستش بسته است برای واکنش زیادی در واکنششون بده بایدن دی... مم... خیلی سخته برای ممکنه خودتون میدین دیگه یعنی به خاطر این دیل اتمیشون ممکنه باعث باشه که اونو به خطر بدازه اگه کم نشون بدن کم واکنش نشون میدن که خیلی ضعیف به نظر یعنی واقعا بهترین موقع بهترین موقع یک یه چند ماه موساد که بیاد موقع این این حذف بکنه که اینا واکنش نشون دادنشون واقعا به سختشون یعنی می سلیمانی رو کشتن این چقدر واکنش بی خودی بیدن. یعنی واکنش اصلا نشون ندادن اومدن گفتن بیا بیام اینا رو بزنیم از زنگ زنگ با آمریکا گفتن اینار ام اینا رو تو رو خدا بردارین از اینجا کسی نمیره شما با ما جنگ نکنین یعنی با سلیمانیشون واکنششون این بود حالا که اون موقع هم تازه اینقدر تحت فشار نبودن حالا که خیلی تحت فشارن که این الان هم تو مجلس اومدن گفتن آه ما, ما میگیم که شما بیای یه بیاد بره بیرون بی 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 و اینا که ما بتونیم قنی سازی بکنیم ام... اومدن گفتن خب ما حالا اینقدر ماه وقت ندیم اگه ببینیم چی میشه یعنی اصلا واقعا نشون میده یه, یه چیزایی دارن توی مجلس میگن که خیلی راحت میتونن برگردونن اگه بایدن گفت نه شما غلط کردین این حرف رو نظره. یعنی واقعا معلومه که دارن ضعیف واکنش نشون این ضعیف واکنش نشون دادنشون هم باعث میشه که مردم تو ایران یه مقدار انگیزه پیدا کنن که دولت داره ضعیف میشه برای همین میان روح لازم و همین الان میکشن دیگه میگن که یاد مردم یادشون بندازن که مردم پرونشن ما هنوز دندون تیز داریم خب ما هنوز دندون تیز داریم برای همین الان رو لازم الان میکشن ولی شما همتون توهم های توتو نداریم ها, ها من جواب خودم رو بدم شما کسی جواب منو داد که آیا من چرا حرفم تناقض داره یا نه از نظر پخت نه نه, الان من دوباره دارم نگاه میکنم این خیلی سریع داره لایف چت چتشکار... حرکت میکنه این چیه؟ I mean, uh... عجبا من باید یه درسایی برای شما اینجا بذارم یعنی آرمین I mean, هیچ اثر و مدرکی از سلاح یا سلاح یا نیروی خارجی که این ترور انجام داده باشه وجود نداره شما چطور با چه مدرکی میگی این ترور کار را بده؟ ما باید یه مقدار یه کلاس های درسی توی این جمهوری به خدایان برای شما بذاریم برای یه نفری که بتونه بهتر من توضیح بده آکومز ریزر رو به شما درس بده خب شما اگه آکومز ریزر رو اپلای بکنی الان همه تحلیلگرای جهان خب کسایی که آکومز ریزر رو درست اپلای کردن روی موضوع میگن این اسرائیل بوده خب شما ممکنه این درست نباشه ولی ما بخ... وقتی که یه چیزی که صد درصدی نمیدونیم با احتمالات کار میکنیم و وقتی هم که کاملا چیزی رو شما صد درصدی براش مدرک نداری باید بیای آکمز ریزر رو اپلای کنی که نمیدونم اینو من شما باید چجوری توضیح بدم من خوب بلد نیست شما باید احتمالی کار کنی الان هر کسی نمیدونم چجوری به شما گرم ریزر رو شما بلد هستین برین من به شما یاد بدم شما خودتون میتونین برین چک کنین فارسی شاید دقیقا به شما بدن، یاد بدم که شما برین از این روش تحلیل کردن بتونین استفاده کنین این اسمش چیه به فارسی تیغ اوکام خب شما برین اینو یه ذره یاد بگیرین خب؟ تیغ اوکام برین یاد بگیرین منم به شما اینو ویکیپیده شده این روش رو برای موقع هایی که مدرک مستقیم ندارین برای تحلیلاتون تحلیل کردن استفاده کنین برین خوبم یاد بگیرین خب وقتی که وقتی هم استفاده میکنین باید بدونین که این معنیش هست که هیچ درصد نمیتونین عقیده داشته باشین به نتیجه هایی که میرسین برای وقتی که استفاده بکنین یا همچین روش تحلیل رو خب یعنی باید قبول کنین که من اینو با درصد زیاد میگم ولی نه نخ... ن... اصلا نزدیک قطعی نه حاضرم ن... سریع عوض کنم وقتی که مدرک ها مدرک های جدید اومد علیه عقیده که الان دارم خب ولی بر اساس احتمالات من میگم این احتمالش این الان از بیشتره ولی حاضرم نظرم عوض کنم به بحثی که مدرک جدید اومد